Herkese merhabalar. Nasılsınız? Vereyim sorağı. Xiyabın İstiqlal. Bəli. Xiyabın Zendeyi İstanbul. Və aynı ki. این مناطق بیشتر توریستیه و اگه میخواید زندگی خود ترکیه ها رو بیشتر حس کنید، سمت آسیایی باید بیشتر بگردید و بمونید و اینها. ولی اینجا همطور که میبینید توریستیه. معمولا توریستایی که اومدن به خاطر کریسمس استانبول، بیشتر اینجا حال و هوای آخر سال رو هم داره. قدم بزنیم تو کوچه پس کوچه ها. یه معلای تاریخی تصمیم گرفتیم که اول از خیابون استقلال رد بشیم، بعد برسیم به گالاتا، بعد خیلی داستانه جالب دیگه ای منتظرمونه که میخوایم ما هم دیگه قدم به قدم امروز بریم جلو و ببینیمشون. ورودی چیچک پاساژو هست، همونطور که میبینید بنای قدیمی که در خیابون استقلال هست در کنار ساختمان های دیگه که خب الان میخواییم هم دیگه بریم توی چیچک پاساژی. یک پاساژ قدیمی هست و دیدنش جالب. اول اینا نشونتون بدم. رنگ خب لواشک هم داره که باریکلا. خب بریم داخلش نشونت. اومدیم چیچک پاساژی به معنای پاساژ گل. این پاساژ سال 1876 افتتاح میشه و بعدش توی دوره‌های مختلف خراب میشه، مرمت میشه. اینجا کلاً 3 طبقه بوده ولی توی دوره‌های مختلف که آتش سوزی شده و خراب شده و اینا، دیگه توی مرمت‌های بعدی دیگه این 2 طبقه این وسط برداشته شده و به این شکل سقف زدن. و اینجا هم مشخصه که قبلاً اینجا 3 طبقه بوده و الان دیگه نیستش، همطور که میبینید اینجا. و یه چیز دیگه، اینجا سال 1917 بعد از انقلاب روسیه خانمای روسی که فقیر بودن میان اینجا گل میفروشن و به خاطر همین اسم اینجا میشه پاساژ گل. ولی الان دیگه رستوران و شرابخونه و ایناست که میبینید. حالا چند تا عکسای قدیمی هم اینجا هستش که میتونید ببینید. مثلا اینا، اون خانم بالا، اون آقا میگفت اینجا خراب شده، داشتم توضیح میدادم و داشت به من میگفتش اینجا خراب شده واسه اینکه توریست ها بس اومدن اینجا عکس گرفتن و فلش زدن و فلان و این حرفا. گفتم نه بابا همچین چیزی نیست. گفت یالان یالان، یعنی مثلا دروغ گفتم بابا، خالی بستم بودم. باش، خلاصه که اینجا بیمزه داره، میخواست که با مزه بازی در بیاره. میگم اینجا الان شده رستوران و شرابخونه. حالا خواستم منوشو نشونتون بدم که راکیا رو قیمت زده و شرابای مختلفشون رو که اینجا زده، مثل کنیاک و فلان و حرفا، اینا قیمتشه که دور هم جمع میشن و دیگه شرابی میزنن به سلامتی. خب اینجا یه مغازه است که از سنگنگا داره، مثل اون مغازه کوزمیک دده که رفتیم، اما اینجا خب تنوعش بیشتره چون ترتیب و اینا داره و فلان. و اینکه اینا ماساژور صورت 75 لیره، 1.45 لیره اینجوری میزنید و حال میاد. اسمش هم ماساژ آلتی هست. خیابون استقلال هست، توسط یه معمار ایتالیایی ساخته شده و یه کلیسای کاتولیک هست، همونطور که اسمش رو همینجا میتونید ببینید. استقلال توی کوچه پس کوچه های که یه جا هست، کوچه فرانسوی هست که شما رو میبره به الجزایر قدیم و میتونید اینجا قدم بزنید و حسش کنید. اومدیم حالا میخواییم بریم با هم دیگه اینجا رو قدم بزنیم. امریکا دو بیشه دیگه نیست.
همینجا که میاد تنده ها به همین سبک اینا هستش. و برج گالاتا هایی که دیدید، البته برج گالاتا حال میده توی هوای صاف برید بالا. الان ابریه، من دوست ندارم. توی وقتی که آفتابیه دم غروب برید عالیه، یعنی برای عکس گرفتن غروب آفتاب، آسمونی که قرمز میشه، کلن ویوی که از بالا دارید توی روز آفتابی خیلی قشنگ تره تا توی هوای ابری. به خاطر همین پیشنهاد میکنم که توی روز آفتابی برید. یه چیز کوچه پرسوجه اینجا یه جوری مثل مثلا لوازم الکترونیک فروشیه، مثلا کل مغازه یه راسته، یه راسته مثلا آلات موسیقیه، اینطوریه کوچه پرسوجه اطراف گالاتا. یه لوکانت تو خیابان استقلاله و قیمتش هم بد نیست، کیفیتش هم خوب به نظر میاد، شلوغه، بیشتر خود ترکا هستن تا اینکه توریستی باشه. لوکانت هم به این شکل غذاها رو اینجوری یکی یکی میگید، براتون میذاره توی سینی میذارید و در نهایت براتون حساب میکنه. نه میسینید بونون عدیم ندید؟ موساکا بون، اتلی مانته، اتلی مانته بون، یورتلو مکارنا، یورتلو مکارنا بون، بو سوفله، تاوک سوفله، تاوک سوته، تمام. اومدیم یک شنبه بازار که اینجا رو ببینیم چطوریه و چه شکله و فلان، که حالا توی یه جای مختلف استانبول شنبه بازار هست، یک شنبه بازار هست، دو شنبه بازار هست، اما معمولا همینطوری هست و بستگی به اون منطقه داره، اما معمولا همه به این شکل هست که همه چیزا رو میارن دارن جمع میکنن و حالا لباس فروشی و خوراک و فلان و اینا و میفروشنش. میبینید این جورابا سه تاش 10 لیر، 3 تانه 10 لیر. ne kadar bunlar? 4 lira abla. 4 lira tanesi. ne kadar bu? 10 4 20 lira. و گلون افندم خوش گردیم حلوایی چون برام سرسه سبز پروش آقا اینا جاقشه پوست میگیره و خورد میکنه بهش میده. آه بریم سمت این ور دمت، یعنی دسته، میگه دسته ای ده لیر دمت اونتله. اون برام که توختانور و زیتون و پنیر و دسر اینا هم داره، دسری جات. اینا یه نوع دسر، حالا من بیشتر دیدم عربا درست میکنن و از اونا خوردم، یه دسریه که داخلش خرماه، دسر که نمیشه گفت، یه نوع شیرینیه دیگه، داخلش خرماه و این شکلی. Açmamazı ya belediye mi? Orada işkariye var. Bir lira var mı abla? Yok. Bir lira var. Sakin mi? Ay yüzüne ama güzel bak. Kokmasım döndü benim. Evet. O kadar zul bir yapma. Bir lira sultan. Ne şoku geldi. Ezmesem bu ev. Malim. Fark kukule. از این بامیه که ما بهش میگیم بامیه و از اینا به همه راحتی رو بشه. فیاتی نکدار؟ کیلوسو 30 لیره اونو بلار کیلوسو 30 لیره تمام، یک کیلوش 30 لیره. و یه نسته که هست یه بازار اینا، شما نمیتونید با
کارت خرید کنید و باید با پول نقد خرید کنید. بنابراین اگر همچه بازارهی به طور خورد که خواستید بیاید، بدونید که حتما باید چیز بیارید، پول نقد بیارید. اون بردان چه میکنن؟ ببرم اتون همسیه. الله بچی رو بشه مالک کرد. نه یه رسه آبده، نه یه رسه آبده. آقا از بازار وارد این قسمت که میشه، این یه پاتوقه که دارن با سیروازی میکنن. آقا هیفت همه مرد هستن، وگرنه میرفتم یاد میگرفتم اینم چی کار دارن میکنن، چه بازی انجام دارن میدهند. همه ایرانی هستن، شما هر جا بری اینجا ایرانی پیدا میکنی. همینطور که میبینید از اون انتها بازار طبیع جلو بیه جلو بیه جلو بیه جلو خواه این بر موشه خیلی زیاده، ولی یکی تزینش جالب بود، گفتم براتون جالبه ببینید. و به این شکل که دونر رو درست بکنه با تحویل میده. شبه و همچنان همه در فعالیت هستن. اینجا یک کوچه هست که میخوره به خیابون استقلال. خیابون استقلال هم همچنان فروشگاه ها باز هستن و مغازه ها باز هستن و در حال فعالیت هستند. ما اینجا بیداریم به روایت تصویر. خب باید بهتون بگم که الزی وایکیکی که توی خیابون استقلال هست تا ساعت 1 شب بازه. حالا توی مرکز خریدا تا ساعت 10 شب بازه، ولی اینجا تا 1 بازه. و شما اگه خریدی دارید که فرصت ندارید حالا بیرون باشید یا حالا زمان کم دارید، میتونید اینجا خریدتون انجام بدید. البته دفکتان باز بود، کتان بسته بود، تک بود، ولی السی وایکیکی تا ساعت 1 باز هست. سمرابالار اگین اینه خواستم متفاوت باشه. خیابون استقلال ساعت 12 شب. نگید چرا انقدر میگه خیابون استقلال؟ دیگه برای تنوع یه هیجانی داره که نیاز داریم اون هیجانه. همین